مردان ایرانی خوش‌چهره‌ترین مردان تاریخ. زمانی ایرانیا از نظر مورخان غربی خوش‌چهره‌ترین افراد متمدن جهان باستان بودند. آمیانوس مارسلینوس، تاریخدان رومی، درباره چهره مردای ایرانی گفته: انسان از دیدن چهره اصیل ایرانی ها به وجد می آید. گویا خدایان ایرانی ها را به تصویر کشیدند. آنها چهره مهربان اما با صلابت دارند. زنان ایرانی مردان را با ریش می پسندند. آنها در پس چهره مردان یک زیبایی افسانه‌ای می‌بینند. آمیانوس که در دوران ساسانیان از ایران دیدن کرده بود، مردان پارسی رو اینطور توصیف می‌کنه: همه ایرانیان تقریباً قامتی رسا و رشید، رنگی گندمگون یا سفید متمایل به زرد، نگاهی تند مانند نگاه بز، ابروانی خمیده و به هم پیوسته، ریشی زیبا و موی بلند و ژولیده دارند. بی اندازه بدگمان و محتاطند، چنانکه در مملکت دشمن از باغ‌ها و تاکستان‌ها می‌گذرند و از بیم زهر یا جادو به هیچ میوه‌ای دست نمی‌زنند. خیلی کم ایرانیان را می‌توان دید که ایستاده ادرار کنند. بازوبند و طوق زرین به مروارید و جواهر می‌بندند و همواره شمشیری بر کمر دارند. چه در نیکبختی و چه در شوربختی بیم خود را در دل دشمن جای می‌دهند. اگرچه قبای آنها از دو سو و پیش رو چاک دارد، به طوری که از وزش باد به اهتزاز در می‌آید، ذره ای از بدن آنها را برهنه نمی‌توان دید. حیله‌گر و مغرور و کم‌رحمند، رفتاری آزاد دارند، با ناز گام برمی‌دارند و می‌خرامند، چنانکه شخص از ظاهر حکم می‌کند که این قوم چون زنان سست و ضعیفند، در صورتی که دلیرترین اقوام در زمینند. ایرانیان از لواط بی اطلاعند. گزنوفون مورخ یونانی هم در قرن چهارم پیش از میلاد درباره ایرانیان اینطور نوشته: پارسیان مردمی سفید پوست هستند و در هماهنگی با نور آفتاب مانند یونانیان برونزند. با توصیفی که از چهره ایرانی ها در تاریخ تمدن ویلدورانت شده، اینطور برداشت میشه که پارس ها زیباترین ملت های خاور نزدیک در دوران باستان بودند. تصاویری که در آثار تاریخی به جا مونده نشون میده که اونا میانه قامت و نیرومند بودند و بر اثر زندگی کردن در نقاط کوهستانی سختی و صلابت داشتند. ولی ثروت فراوان باعث لطافت طبع اونا شده. در سیمای ایرانی ها آثار تقارن زیبایی دیده میشه و مثل یونانی ها بینی کشیده داشتن و در اندام اونا آثار نجابت مشهود بوده.